حالا آقای کریم پاکزاد، آگاه امور سیاسی از فرانسه با ما هستند تا در مورد این که آیا آتش بس در این سه روز ایام عید نقض شده یا نه و اینکه چگونه ارزیابی میکنن این آتش بس سه روزه را از سوی طالبان بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای پاکزاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به مجموعه خبری این برنامه. میخوایم در نخست از شما بپرسم که آتش بس سه روزه ایام عید سعید فطر از سوی طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟ سلام خدمت شما و بینندگان شما. ببینین در مورد سوال شما با دقت، متاسفانه چون روزای عید است اخبار تعقیب نکردم تا ببینم که آیا طالبان به طور وسیع و مجانبی آتش بس سی روزه دوران عید تضمین کردن یا اینکه در اینجا و آنجا دست به تعرضات زده باشند. بله آقای پاکزاد، حالا بله همه ای که بر مسجد در ولسوالی شکردره کابل انجام شد، حالا گزارش ها میرسانه یا این که به این فکر هستن که طالبان انجام داده و همچنان در بعضی مناطق دیگر و بعضی ولایت های دیگر که حملات انجام شده، شما چه فکر میکنید که کار گروه طالبان بوده یا نه؟ ببینین اگر ما به اساس گفته های رئیس دولت افغانستان، مقامات امنیتی افغانستان مسئله را مطرح کنیم، اونا همیشه گفتن که در افغانستان اینها تنها با طالبان در جنگ نیستند. در حدود بیش از 20 سازمان و گروه تروریستی دیگه در افغانستان است که فعالیت میکنند. خب از بخش از اینها در کشورهای غربی هم ما با اونا آشنا داریم. مهمترین از اونا همین دولت اسلامی یا داعش است که از سال 2014، یعنی از سال در روز 6-7 سال قبل در افغانستان، در شرق افغانستان پای گرفته و رشد کرده و هنوزم یکی از سازمانهای بسیار خطرناک تروریستی در افغانستان است. ولی چند سازمان تروریستی دیگه پاکستانی هم در افغانستان وجود دارند که اینا چندین سال پیش در اثر حملات بسیار شدید ارتش پاکستان علیه طالبان پاکستانی، پس که جدا از طالبان افغانی بود، یعنی گروه طالبان اسلام پاکستانی، اینا هم مثلا از پاکستان از مناطق سرحدی فرار کردن، داخل افغانستان آمدن، بخش از هسته های از اونا در شرق افغانستان وجود دارن، اونا هم بیشتر از طالبان کنونی افغانستان افراطی تر هستن. خب به ترتیب در افغانستان ما در مقابل یک چنین حالت و اوضاعی قرار داریم، اینکه هر عمل و هر حادثه و هر عمل تروریستی را فقط و فقط به طالبان سهم بتیم به نظر من اشتباه است. به نظر من تا زمانی که واقعا از یک طرف طالبان مسئولیت یک حمله تروریستی را قبول نکرده و از طرف دیگر دولت افغانستان هم مواد و اسناد متیقن کننده نداره که نشان بده که واقعا این طالبان بوده که این عمل انجام دادن، نه داعش، نه طالبان پاکستانی و نه سازمان های دیگه تروریستی، در اون صورت است ما میتونیم قضاوت روشنتری انجام بدیم. مخصوصا آقای پاکزاد، بله این حالت که مسئولین حکومت افغانستان هنوز بدون این که به گفته شما حالا مدرک به دست بیارن یا نشانه ای از این داشته باشن که این کار گروه طالبان هست، او را ربط میتن به گروه طالبان، چقدر روند گفتگوهای صلح را از سرعت باز میمانه و چقدر افغانستان را در شناخت دشمنش یا در طرف کسی که باید صلح با او انجام بده میتونه که کم زیر تاثیر قرار بده؟ بله این عمل از طرف افغانستان اگر آگاهانه اینجور باشه، اگر اطلاعاتی هم داشته باشن که این عمل تروریستی کار طالبان نبوده، مثلا مثال عملیات تروریستی در یک مسجد در شکردره، عملیات تروریستی علیه دختران کوچک مکتب سید الشهدا در کابل و از این جنین عملیات، اگر هم دولت افغانستان اطلاعاتی داشته باشد که این کار طالبان نیست
ولی باز هم اینا به اونها نسبت میدهند این علامت ضعف دولت افغانستان است این علامت عزیز که دولت افغانستان فکر میکنه که تنها دشمنی که در افغانستان داره طالب است و دولت افغانستان حق داره که از هر موضوعی استفاده کنه تا طالب در نظر مردم افغانستان منفور جلوه بده به این معنی که اصلا در یک پروسه صلح در پروسه صلح طولانی مغرنج با مغلق من فکر میکنم اعتماد سازی بین دو طرف خیلی اهمیت زیاد داره ولی چنین اعمال به جای اعتماد سازی در حقیقت بی اعتمادی را بیشتر در افغانستان به وجود میاره از این جهت من فکر میکنم که چنین نظرات و چنین مسائل به هیچ وجه با نفع پیشرفت سال و احتمالاً برقراری یک آتش بس واقعی و همگانی نخواهد بود. بله آقای پاکزاد حالا چه فکر میکنید که با اینکه این حملات و این ناامنی های اخیر کار گروه طالبان نیست چقدر میتونه که بعد از اینکه حالا با توافق صلح طالبان این حملات و این ناامنی ها هنوز هم ادامه داشته باشه ببینید اگر هم فرض را بر این بگذاریم که این حملات کابل و شکر در او امسال از او که طالبان انکار میکنند که در او دست نداشتن اگر بپذیریم که طالبان نبودند نیروهای تروریستی دیگه این کار را کردند به خاطر که در روزهای مانند افغانستان طالبان که تصمیم گرفتند با آمریکا وارد مذاکره شوند و حالا میخواهند با افغانستان مذاکره کنند مسلم است که یک از افراد افراطی را در درون خود ناراضی میکنند مسلم است این هیچ جای شکی نیست از این جهاد است که گروه های کوچک انشابی در طالبان اونجا و آنجا وجود داره و وجود از اینا در زمانی که بحران شدت میگیره و گروه های افراطی سعی میکنند که با چنین عملات تروریستی بحران شدت ببخشند در کشور اسلامی تاریخ همین 40-50 سال اخیر نشان داده که به هر اندازه که بحران اجتماعی شدت بگیره اوضاع مختل شود و همون روزه نیروهای افراطی هستند که در اونجا جای پای باز میکنند و رشد و پیشرفت میکنند عراق، سوریه، یمن، افغانستان تمام از اینا مثال های از این جمله هستند ولی این تمام از این مثال یک طرف مسئله دیگه ایست که طالبان یعنی بدنه اصلی طالبان همون طالبانی که در دوها با آمریکا و توافقنامه سیاسی امضا کرده منظور من همین طالبان اینا هم حاضر به اعلام آتش بس عمومی نیستن چرا سوال از خود باید بکنیم چرا نیستن با وجودی که با آمریکا مذاکره کردن توافقنامه امضا نمودن با وجودی که با حکومت کابل میخوان مذاکره بکنن خب شرایط و ادعاهایی دارن و غیره ولی علی رغم از این با خواست اساسی مردم افغانستان یعنی آتش بس عمومی ببینید آتش بس در افغانستان بله حالا آقای پاکزاد بله چقدر این کار طالبان ربط میره به توافقنامه‌ای که در دوحه با آمریکا امضا کردن آیا مواردی که در توافقنامه دوحه با آمریکا امضا کردن او از سوی آمریکا مراعات میشه که حالا طالبان هم بخواهن که آتش بس را مراعات بکنن و آتش بس داشته باشن چون هنوز توافقنامه با مردم افغانستان ندارن در این مورد ببینید این توافقنامه یک سال و دو ماه قبل که طالبان با امریکا امضا کردن در دوحه این تا حد توسط از لحاظ تقویمی از لحاظ مدت و جریان بیرون کشیدن نیروها تا حد توسط امریکا نقص شد علت شمی بود که خب در این زمان در این حال در اداره جدید توسط انتخابات جدید در امریکا با وجود آمد و اداره جدید یک دو سه ماه بیشتر وقت میخواست که این کار انجام بکنه از این لحاظ هم است که طالبان علی رغم تهدیدهای خود میدانست که خب این واقعی است یعنی واقعا جو بایدن یکی دو سه ماه نیاز بیشتر داره که به این توافق نظر بیندازه و او را عملی بکنه از این لحاظ است که امریکا فقط دیدیم که این که نیروهای خود را با تا آخر ماه می بیرون میکشید اینو حالا تا اوائل ماه سپتامبر و شاید هم از اون بیشتر زودتر بیرون بکشن این طرف امریکا و آنچه که طرف طالبان مربوط میشه
متاسفانه باید بگویم که طالبان از این توافقنامه هیچ تخطی نکردن. در این توافقنامه چه نکاتی بود؟ ما اگر دوباره این توافقنامه را باز بخونیم، در این توافقنامه در چهار ماده اصلی که او داره، یکی از مواد اساسی این توافقنامه است که طالبان در زمان خروج نیروهای خارجی یا آمریکایی از افغانستان امنیت این نیروها را تضمین میکنه، یعنی به این نیروها حمله نمیکنه. این کار عملی شده، آمریکا قبول کرده که طالبان تا به حال حتی یک عسکر آمریکایی را هم نکشته. خب در میان سایر مواد از این، یک ماده بسیار مهمه که او در رابطه در آتش بس است، ماده چهارم از این توافقنامه. او ماده چهارم ذکر میکنه که بعد از موافقت، بعد از پیشرفت روند سال و موافقت میان جوانب بین الافغانی در مورد مسائل اساسی که به سرنوشت کشور ربط میگیرد، یعنی ساختن بنیادها و مؤسسات و که آینده افغانستان که او در او یک حکومت اسلامی برقرار میشه، تا او وقت آتش بس، آتش بس عمومی عملی نمیشه. آتش بس عمومی مطابق توافقنامه وقت یا زمان صورت میپذیرد که این مسائل حل شده باشه. اینو بارها طالبان گفته به دولت افغانستان، امریکا هم گفته. بله، تشکر از شما. بله، ممنون آقای پاکزاد که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. خب، خواهش میکنم. خداحافظ.